همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، سلام و درود بر شما. روز خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. امروز در برنامه تیک تاک در خدمتتون هستیم تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین موضوع سیاسی روز، موضوعی که در گزارش و در گفتگوی سیاسی امروز به اون خواهیم پرداخت. این موضوع تنگتر شدن حلقه فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی علیه رژیم هست و واکنش‌های رژیم در قبال اون. در حال حاضر در سیاست خارجی و در رابطه با رژیم دو جریان رو میشه دید. یکی از طرف رژیم که به نظر میرسه هم رجزخونی ها و هم تهدیدها و اقدامات تروریستی خودش رو بیشتر کرده، از جمله توطئه های تروریستی در اروپا علیه مجاهدین و مقاومت ایران و همینطور هم موشک پرانی توسط شبه نظامیان مزدور خودش در یمن. این اقدامات طبعا واکنش های خودش رو داشته و موضع‌گیری ها در منطقه اروپا و آمریکا علیه رژیم رو رادیکال تر کرده، از جمله موضع‌گیری وزیر خارجه امارات و مقامات عربستان تا گزارش رسواکننده اداره حراست از قانون اساسی آلمان ایالت هامبورگ درباره فعالیت های جاسوسی رژیم در این کشور. در آمریکا هم با آغاز شمارش معکوس دور اول تحریم های جدید آمریکا در روز 13 مرداد و نزدیک شدن دور بعدی در تاریخ 13 آبان، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی آمریکا علیه رژیم به تدریج اما به طور مستمر تشدید شده. گزارشی درباره این تحولات. تنگ‌تر شدن بیش از پیش حلقه انزوا. پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بر عزم آمریکا برای متوقف کردن همه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران تاکید کرد. پومپئو با اشاره به اظهارات روز سه‌شنبه رئیس جمهور مبنی بر اینکه رژیم ایران همان رژیم نیست که 5 ماه پیش بود گفت: این به دلیل این است که کارزار فشار مالی ما، خارج شدن ما از توافقنامه هسته‌ای و حمایت کامل ما از مردم ایران که من در سخنرانی هم در روز یکشنبه گذشته بیان کردم، دارند تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر در کنفرانسی که 4 مرداد با عنوان گسترش آزادی مذهبی که حدود 80 کشور جهان در آن شرکت داشتند، پومپئو از رژیم ایران به عنوان یکی از 3 کشور عمده که آزادی مذهبی را نقض می‌کنند نام برد. But as we gather today, there's one victim of religious persecution. در این کنفرانس که در وزارت خارجه آمریکا برگزار شده بود، مایک پنس معاون رئیس جمهور طی سخنرانی گفت: ما می‌دانیم که مردم ایران از هیچ آزادی برخوردار نیستند، از همه بیشتر در آزادی مذاهب. مسیحیان، یهودیان، سنی‌ها، بهائیان و سایر اقلیت‌های مذهبی از اساسی‌ترین حقوقی که اکثریت شیعی از آن بهره‌مندند محروم ماندند و به طور مرتب جریمه می‌شوند، شلاق می‌خورند و دستگیر شده و مورد هجوم قرار گرفته و حتی کشته می‌شوند. به موازات این اقدامات، خبرگزاری حکومتی فارس 4 مرداد به نقل از CNN از اقدامات دفتر تروریسم و اطلاعات مالی که آن را اتاق جنگ ساکت آمریکا برای نبرد اقتصادی علیه ایران توصیف کرده خبر داد و درباره آن نوشته است: آنها در واقع مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند. CNN نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولاً بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند. خبرگزاری سپاه پاسداران همچنین خاطر نشان می‌کند که وزارت خزانه داری آمریکا در ماه‌های اخیر تعداد کارشناسان این نهاد را که مستقیماً روی نحوه اعمال مؤثر تحریم‌ها علیه ایران کار می‌کنند از 300 نفر به 380 نفر افزایش داده است. به موازات این اقدامات، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در روزهای گذشته 2 جلسه توجیهی در پنتاگون و در کنگره آمریکا برگزار کرد و آنها را نسبت به خط و سیاست آمریکا در قبال رژیم ایران توجیه کرد. لیز چینی نماینده کنگره طی مصاحبه‌ای با فاکس نیوز درباره محتوای این جلسه توجیهی گفت: ما جلسه بسیار خوبی با مشاور امنیت ملی در کنگره داشتیم. اقدام رئیس جمهور در بیرون کشیدن از توافق هسته‌ای اقدام کاملا درستی بود، زیرا این توافقی بود که به مردم یک آسوده خیالی کاذب می‌داد، در حالی که برای رژیم ایران یک مسیر برای دستیابی به سلاح هسته‌ای فراهم می‌کرد.
لیز چینی افزود، ما در شرایطی قرار داریم که کمپانی ها در سراسر اروپا در موارد بسیاری باید تصمیم گیری کنند که آیا می خواهند با ایالات متحده تجارت کنند یا با ایران، و ما به طور کامل متعهد به ادامه نظارت بر فعالیت های رژیم ایران در سراسر خاورمیانه از جمله توسعه برنامه های موشکی بالستیک آنها هستیم. آنها باید بفهمند که این گونه رفتار آنها برای آمریکا قابل قبول نیست. US taxpayer money paid the Iranians to get them to enter into the nuclear agreement and then you had Secretary of State John Kerry traveling the world basically acting as though he were the head of the Iranian chamber. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس، 10 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به سفرای 3 کشور اروپایی در واشنگتن نسبت به دور زدن یا تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران هشدار دادند. آنها در نامه خود به سفرای فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند کنگره ایالات متحده به هر گونه تلاشی برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌هایی که قرار است آمریکا به دنبال خروج از توافق هسته‌ای علیه ایران اعمال کند، واکنش نشان خواهد داد. در همین حال تهدیدات تروریستی و شاخ و شانه کشیدن‌های موشکی رژیم توسط حوثی‌ها علیه کشورهای منطقه ادامه دارد. روزنامه‌های باند خامنه‌ای با آب و تاب این تهدیدها را انعکاس می‌دهند. کیهان خامنه‌ای در صفحه اول روز چهارشنبه خود نوشت موشک‌ها در راه است. دبی، ابوظبی و ریاض را تخلیه کنید. تلویزیون رژیم نیز با آب و تاب از انهدام یک نفتکش عربستان سعودی خبر داد. این خبر از سوی هیچ یک از منابع خبری تایید نشده است. این روزها ما شاهد هستیم که فشارهای سیاسی بر روی رژیم افزایش پیدا میکنه و متقابلا هم لحن مقامات رژیم و مواضعی که در علن حداقل میگیرن خشنتر شده. از جمله خود باند روحانی میگن که لحن روحانی به رغم حرفای قبلی شبیه شده به لحن و به اصطلاح فحوای کلام سرهنگ پاسدارها در درون رژیم. درباره همین موضوع ما گفتگوی ترتیب دادیم با خسرو شکراللهی. سلام میکنم به شما و تشکر میکنم از شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله. این روزا بعد از رجزخونی هایی که روحانی کرد که با دوم شیر بازی نکنید اینها، ما شاهد هستیم که در گرایش های درون رژیم و باند های درون رژیم بر سر این موضوع بیشتر در تعارض هستند. آیا این فقط جنبه رسانه‌ای داره یا نه جنبه محتوایی داره؟ هر دو، بیشتر جنبه محتوایی داره، یعنی نمیشه جنبه محتواییش رو انکار کرد و اصلا فکر کنم اون باشه. به چه منظور؟ این خیلی روشن هست که در درون رژیم دو اصطلاح دو شق در این مورد، دو خط مش و دو سیاست در درون رژیم پیشنهاد میکنن میرن. یک دسته به اصطلاح همین دناه به اصطلاح اصولگرا و همین ها در درون دلواپسان در درون رژیم هستن، مثلا همین حرفایی که پاسدار سلیمانی زد که باید ایستادگی کرد و اینها در مقابل این شرایط و آمریکا، و اینها هم حتی کف میزنن برای روحانی از این حرفایی که اخیراً دود و دمهایی که علیه آمریکا کرده و اینها، و حتی ازش میخوان میگن حالا که سپاه به حمایت از تو اومده و اینها، تو باید یک گام دیگه جلوتر برداری و بیشتر از این حرفا بزنی. بله. و یا حتی رسانه‌های وابسته به این باند کمون که در همین گزارش هم دیدیم خیلی تهدید میکنن کشورهای منطقه و موشک پرانی و اینها رو حتی بسیار توش میدمند. خب این یک دسته هستن، یک مشی سیاسی که پیشنهاد میشه از طرف در درون رژیم. یک دسته دیگه هم خب همین اعضای وابسته به باند روحانی هستن که اینها برعکس میگن که روحانی رو مورد انتقال قرار میدن که این چه لحنی حتی بود که در درون خودشون گفتن این لحن لومپنی چیه که تو اتخاذ کردی. و حتی علنا میگفتن که نکنه به خاطر اینکه ضعیف شدی در معادله قدرت و اینا این حرفا رو میزنی و اینا، و یا حتی تشویقش کردن که اون بد کاری کردی که گفتی تنگ و اینها، که ما اگه کسی نفت نفروشه هیچ کس، اگه ما نفروش میش کس نمیفروشه. بعدش خوب کاری کردی که اومده گفتی نه بابا منظورم تنگ هرمز نبود، ولی بد کاری کردی دوباره که گفتی تنگای دیگه، که اینطوری تو ذهن تداعی میشه که تنگه باولمنده و اینها. بالاخره روحانی رو دارن به این سمت میرونن که نه این حرفا رو نزن و این کارا رو نکن. مثلا فرض بکنید
مثلا همین موسویان سفیر سابق رژیم در آلمان این پیشنهاد کرده بود که ما از روسیه عقب بنشینیم با مدل برجام، یعنی ترکیه و سوریه و روسیه و رژیم بشینن و در مورد سوریه یک طرحی به همون مدل برجام، عقب نشینی مدل برجام در سوریه در بیارن و به اون وسیله پیش بریم. و یا مثلا سخنگوی قبلی آصفی در دولت آخون خاتمی گفته که اصلا چرا به این حرف روحانی توجه میکنه که گفته بود ما جنگ با ایران، جنگ با رژیم مادر جنگ هاست. اونجاش هم توجه کنه که گفته بود مادر صلح هاست، صلح با رژیم. بنابراین ببینید دو خط هست، این که شما میگید واقعی هست، بله این دو خط، این تضاد در درون حاکمیت واقعیه، دلیل مشخص خودش هم داره. اما اینکه اینها فرض بکنید برایند مشخصی داشته باشه که رژیم بخواد به یک سو حل بکنه و از بنبست کنونی در بیاد، خیر، رژیم در بنبست و اساساً نمیتونه در این زمینه دست به تصمیم گیری بزنه به دلایل مشخص. و ببین بنبست رژیم این وسط آشکار میشه. حالا این رجزخونیایی که تا حالا دیدیم آیا رو سیاست بین المللی تأثیری هم داشته واقعا؟ تأثیر میگذاره. ببینید موضع گیری ها علیه رژیم رو قاطع تر میکنه، انزوای رژیم رو تشدید میکنه. مثلا فرض بکنید همین که این خبر این روزها علنی میشه که مثلا مشاور امنیت رئیس جمهور آمریکا جان بولتون که به قاطعیت در مقابل اتخاذ سیاست قاطع در مقابل رژیم شناخته شده، این جلسه توجیه میذاره که در اون جلسه توجیه هم وزیر دفاع هست هم وزیر خارجه هست و پنتاگون و کنگره آمریکا رو توجیه میکنه در مقابل سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، در قبال رژیم. بنابراین میبینید این کمک میکنه به قاطعیت. یا این گزارش هایی که این هفته گذشته شاهدش بودیم که اداره حراست از قانون اساسی آلمان میده و یا موضع‌گیری هایی که حتی کشورهای منطقه علیه رژیم میکنن، همه در این ریشه داره که بالاخره این شاخشون کشیدن های رژیم هم حتی با فرض بکنید مقاصد تبلیغی و رسانه‌ای و مصارف داخلی براش بدون پرداخت باها و مفت و مجانی در عرصه بین المللی نیست. بله، حالا به نظر میسه که روحانی با همین موضع‌گیریاش وارد به اصطلاح دور جدیدی شده، به خصوص منظورم اینه که مثلا برخی هم هستن در صحنه سیاسی رژیم صحبت از این میکنن که باید یک تصمیم شوکاوری گرفت. این صحنه رو شما چه جوری میبینید؟ ببینید بگذارید طرف نهایی رو در اینجا بزنیم از برده بنده. این که رژیم آخوندی در بنبست هست و نمیتونه در این زمینه تصمیم گیری بکنه، این چیزی هست که ویژگی دورانی هست و بحرانی که رژیم آخوندی درش به سر میبره. رژیم آخوندی در بحران سرنگونی به سر میبره. جامعه ما در وضعیت انقلابیه. از مشخصات رژیمی که در حالت سرنگونی قرار داره و جامعه‌ای که در وضعیت انقلابی هست، یکی از مشخصات اصلیش این هست که هیئت حاکمه در درون خودش نمیتونه روی یک مش و سیاست یک جانبه‌ای و یک سویه‌ای به توافق برسه، بلکه اتفاقا در درون حاکمه هر روز شق و شکاف بیشتر میشه و سیاست‌ها هر روز بیشتر دچار بحران میشن. و بنابراین رژیم آخوندی داره این بحران رو تجربه میکنه. و بنابراین اینی که میگه، عرض کردم خدمتتون که خب نمیشه تو این زمینه بنبست رژیم مشخصه، حاکی از برآمده از این هست. تضاد اصلی پس تضاد وضعیت انقلابی و بحران سرنگونی رژیم آخوندی. اجازه بدید همین پاسدار، سرکرده پاسداران چقدر روشن به این مسئله اشاره میکنه و من فکر میکنم درک این مسئله کمک کننده است برای شرایط فعلی، برای قیام آفرینان. ببینید میگه تهدیدهای نظامی خارجی جدی نیست. حرفای پاسدار جعفری همین امروز، تهدیدهای نظامی خارجی جدی نیست، ضعف‌های داخلی جدی تر است. بنابراین ببینید واقعیتش این هست که نمیشه هیچ وقت قاطع قضاوت کرد که آیا رژیم به این سمت خواهد رفت یا به اون سمت. این توهم، این گمان پرای گمان زنی هست و نقد نیست. نمیشه پیش بینی کرد اصلاً که خب این شرایط، آیا حتی همین شرایط آیا همیشه دوام خواهد داشت؟ نه، این هم باز نقد نیست. ولی ببینید اون چیزی که از این مباحث سیاسی برای مردم ما و برای قیام آفرینان و برای جوانان به پا خواسته، مردم به جان آمده نقد و در دست رسه، همین بحرانه، همین بحران سرنگونی که رژیم درش گرفتار اومده.
این چیزیه که به قطع و یقین میشه در موردش نظر داد که رژیم در چنین بحرانیه، در چنین بنبستیه، و این اون چیزی هست که قیام آفرینان، جوانان بپا خواسته، همه مجاهدین و مبارزان باید از این شرایط بگیرن. اگر نخواهیم بحث رو فقط در صرف بحث‌های ذهنی در مورد وضعیت رژیم که عرض کردم ممکنه خیلی هاشم در این لحظه نشه حد زد که به کدوم سمت خواهد رفت. شما اشاره کردید که حتی میگن که تصمیم شوک آور، کاملا حرف دقیقه. بله، یک تصمیم شوک آور، ولی نه توسط رژیم، توسط ملت ایران گرفته شده و اینکه به خیابان آمدن تا اون تصمیم شوک آور که سرنگونی تمامیت این رژیم است رو محقق کنند. این شرایط پیام داره برای جوانان ما، برای قیام آفرینان. عمق این شرایط باید درک بشه. اون چیزی که ما در این حرفای زد و نقیض میبینیم اتفاقا دلالت بر همین عمق این شرایط و واقعی و جدی بودن این دوران سرنوشت‌ساز و بحران درونی رژیم آخوندی میکنه. پس بنابراین باید عمق این شرایط درک بشه. جوانان ما باید هرچه بیشتر در کانون، در هیئت و در تحت پوشش همین کانونهای شورشی خودشون رو سازمان بدن، حرکت‌های خودشون رو افزایش بدن، قیام خودشون رو گسترش بدن. اقشار به جان آمده این روزها شاهد اعتصاب دور دوم کامیوندارها هستیم، اونها هم باید این شرایط رو، عمق این شرایط رو درک کنند و سرنوشت ساز بودن این دوران را و بدونن که از این موقعیت انقلابی ملت ایران این فرصت رو داره که پیروزی رو محقق کنه، سرنگونی رو محقق کنه. این اون چیزی هست که تمام جوانان ما میتونن از این شرایط درس و نتیجه بگیرند و همونطور هم که در صحنه عمل ببینیم اینطور شده. پیشرفت کار کانونهای شورشی، پیشرفت اعتراضات، اعتصابات، همه حاکی از این هست که ملت ایران این شرایط رو درک کرده و ما باید وظیفه خودمون بدونیم، جوانان به پاخواسته میهن ما باید وظیفه خودشون باید که هرچه بیشتر به این مبارزات افزایش بدند و پیشروی بکنند. بله، خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگومون و توضیحاتی که برای ما دادید. خب بینندگان عزیز، گفتگوی بود با خسرو شکراللهی درباره فشارهای سیاسی که بر روی رژیم از جهات مختلف وجود داره و انزوای بین المللی این رژیم. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم ز خاطرات سرخ یاس، ز پارک ها، ز خانه ها، ز مدرسه کلاس، ز کوچه ها، ز راه های تنگ و ناشناس، به دوزخی مخوف راهنمون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. اراده کردم که سرنگون کنم تو را، ز خاک مهر و روشنی برون کنم تو را. خب دوستان، به پایان برنامه تیک تاک امروز میرسیم. با این امید که برنامه‌مون مورد قبولتون واقع شده باشه، تا برنامه دیگر از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.